دکتر هوبان، شما فکر میکنین که ترتیب غذا خوردن مهمه؟ مثلا کورسش و کی مثلا سالاد خورد، کی سوپ خورد؟ خب یعنی مثلا اگر توی وعده غذا سوپ باشه، سالاد باشه، بله، بعد مثلا چی باشه؟ مثلا سوپ و سالاد، همچنین توی رستوران مثلا سوپ و سالاد آفر میدن. شما فکر میکنین اگه سوپ و سالاد، ما کدوم اول بخوریم؟ سوال خیلی خوبیه، خیلی سوال خوبی کردی. ولی بین سوپ و سالاد یه مقدار میتونیم بگیم هر کدوم اول شد اوکی هستش. اوکی. به دو دلیل، یعنی هر کدوم دلیل خودشونو دارن. سوپ به خاطر اینکه، یعنی خیلی موقع ما غذا که میخوریم هم سوپ و هم سالاد و هم غذای اصلی نمیخوریم، یا مثلا سوپ میخوریم با غذا یا سالاد میخوریم با غذا، یا فقط سوپ با سالاد میخوریم و غیره. ولی اگر همه اینها باشه، معمولا من همیشه گفتم وقتی ما غذا میخوریم اون غذایی که از همه گرم تره و مایه تره اول بخوریم، بله، که میشه سوپ. از طرفی من همیشه میگم که اون غذایی که خامه، خام میدین چی؟ بله، را اول بخوریم، بله. خب حالا هر کدوم از اینا دلیل داره، دوتاش اول میشه. برای همین میگم بستگی به این داره که چه غذایی باشه و کدوم مثلا و حجمش بیشتر باشه و محیط چجوری باشه. درست. معمولا غذایی که خب مایع هست و گرم هست و داغ‌تر از غذاهای دیگه است، خب بدن رو آماده تر میکنه، بله. و خب معمولا مایعات بهتره که قبل از جامد خورده بشه. از طرفی سالاد چون خام هستش و پر از انزایمه و این انزایم آنزیم ها خودشون میتونن به هضم غذا کمک بکنن، خب خیلی بهتره که سالاد اول خورده بشه. بعدش هم شما سوپ میگین، شما نمیگین مثلا کلم چاودر که پر چربیه، شما میگین مثلا یه سوپ ویجتبل. آره خب بس، آره دیگه، آره یه چیز ساده، لنتل سوپ مثلا، لنتل یا مثلا سبزیجات، سوپ سبزیجات و غیره. مثلا که یه سوپایی هستش که فکر میکنن شما میگین اصلا نخورین اول، مثلا کلم چاودر که فقط کدم و خب یا لابستر بریست. خب اونه که ما صحبت کردیم که اون توش هم لبنیات، هم توش چیه؟ اسم فارسی چی میشود؟ لبنیات؟ نه شلفیش؟ نمیگم دیگه، هنوز درست ننوشت. سخت پوستان. اون دفعه پیش گفتیم که اصلا چیزای خوبی نیستن واسه لبنیات، هم که روش صحبت کردیم. پس این کلم چادر یه چیزی که واقعا زیاد غذای سالمی نیست، ولی کلا سوپ مثلا سوپ سبزیجات و غیره اونا اوکی هست اول بخورین و بعدش میتونیم مثلا سالاد اونو بخوریم و بعد غذای اصلی. و اگر فقط سالاد و غذای اصلی باشه، اول خب سالاد رو بخوریم، بعدش هم اگر سوپ و سالادمون رو بخوریم شاید سی باشیم و دیگه چیز دیگه اصلا احتیاج به غذای اصلی نداریم. بس دیگه، البته ببینید که سالاد چی باشه و سوپ چی باشه. مرسی دکتر هوبان، حالا بحث رو بیشتر باز کنیم. مرسی از شما.